اینجا فاکولتیت تاریخ و حقوق مؤسسه دولتی دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابا جان غفوروف است. ساعت 1:45 دقیقه شب گذشته سنه 20 سپتامبر این بنا را آتش زدند. از روی معلومات های پیشگی قصدن آتش زده شده است. پس از وارد شدن خبر تلفنی به قسم نوبتداری خدمات دولتی آتش نشانی سری وقت به جای حادثه گروه آتش نشانان با автомашинаҳои махсус حاضر گردیدند. گفته می شود مساحتی ساختار 400 متری کوبی را فرا گرفته است و 11 عدد автомашини مخصوص برای سری وقت خاموش کردن آلنگه آتش کاربری کردند. همیشه شب گذشته در بنای تعلیمی دانشگاه دولتی خوجند ساختار به وجود آمد. وقتی به وجود آمدن ساختار تقریبا ساعت 1:30 را تشکیل می دهد. نوبسته شبانه بودن حیات شخصی در جای ساختار حاضر شدند و ساختار را سری وقت احاطه نموده خاموش کردند. سبب ضرر و ایمن ساختار تحلیل کرده می شود. سنجش ها ادامه دارد. ساختار بنای تعلیمی فاکولتیت تاریخ و حقوق ساعت 5:15 احاطه و پر را خاموش کرده شده است. نسبت به این حادثه کمیسیه تشکیل کرده شده، سبب، عامل و خسارات آن را دقیق خواهند کرد. در ولایت سوخت تا امروز نزدیک 10 عدد انشاءات دولتی ساختند. بیشتری آنها بنابر رعایت نکردن قاعده عادی‌ترین ساختار است. تحلیل های متخصصان نظارت دولتی به خطر از ساختار باشد نشان می دهد که بیشتری حادثه های ناخوشی ساختار نه در مؤسسه های دولتی بلکه در منزل های استقامتی به میان آمده است. نابسته از کارهای ترغیباتی هنوز مدنیت ساکنان وابسته به رعایت قاعده های به خطر از ساختار پست می باشد. بهره پیشگیری راه ندادن به حادثه ناخوشی ساختار در مقیاس ولایت سوخت تمام هیئت ناظران نظارت دولتی به خاطر ساختار هر روز سفربر کرده شده در انشاءات خواجگی خلق در انشاءات زیاد جمع شوی آدمان بازارها نقطه فروش سوزشواری در منزل های استقامتی کارهای پروفیلاکتیک آتش نشانی گذرانده با شهروندان صحبت در ثبت به خاطر ساختار کارهای فهماندهی گذرانده شده استاده است. تحلیل ها نشان می دهد که ساختار در مقایسه با همین دوره سال گذشته بیش از 20 عدد زیاد به عمل آمده است. متخصصان و ناظران سبب آن را به زیاد شوی اهالی، ساختمان و انشاءات و منزل های استقامتی علاقمند می کنند. همچنین سبب دیگری اساسی زیاد شدن ساختار به بلند شدن حرارت هوا در گرما و در فصل سرما باشد سرد شدن آن علاقمند می کنند که آن باعث به سر زدن حادثه های ناخوشی ساختار می گردد. گزارش مفنشکور و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.